امروز میخوام 5 فیلم فوق جنجالی در مورد خیانت رو بهتون معرفی کنم. یادتون باشه که حتما توی کامنت ها بهمون بگید که از کدوم فیلم خوشتون اومده و برای دیدن پلیلیست های جذابتر لایک و سابسکرایب کانال هم یادتون نره. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. فیلم پنجم ما فیلم دیوانه احمق عاشق. این فیلم کمدی درام رمانتیک به کارگردانی گیل فیکارا محصول سال 2011 آمریکاست. داستان این فیلم در مورد مرد آرومی به اسم کاله که پس از 25 سال زندگی مشترک متوجه میشه که ازدواجش نابود شده و همسرش امیلی به اون خیانت کرده و امیلی تصمیم داره که اونو به خاطر مرد ترک کنه. کال که از نظر روحی به شدت آسیب میبینه با مرد جوان و جذابی به اسم جیکوب آشنا میشه که همین آشنایی کال رو وارد یه زندگی بی‌بندوبار و پر از روابط ممنوعه میکنه. داخل این فیلم بازیگران مطرحی مثل استیو کال و رایان گاسلینگ بازی کردن که رایان گاسلینگ برای ایفای نقش داخل این فیلم نامزد جایزه گلدن گلوب شد. این فیلم 118 دقیقه‌ای تونسته نمره 74 رو از سایت IMDb دریافت کنه. فیلم شماره 4 ما فیلم پرده رنگی. این فیلم درام آمریکایی به کارگردانی جان کرن محصول سال 2006. داستان این فیلم در مورد پزشک انگلیسی به اسم والتر فرینه که در چین در زمان استعمار انگلیس به پزشکی مشغوله. کیتی پس از درخواست ازدواج والتر و فشارهای خانواده خودش مجبور به دادن جواب مثبت به اون میشه. اما با وجود علاقه والتر به کیتی، اون هیچ علاقه‌ای به والتر نداره. کیتی و والتر برای سفری هر دو با هم به چین میرن و اونجا کیتی با چارلز که تو سفارت بریتانیا مشغول کار آشنا میشه و این آشنایی سبب خیانت کیتی به والتر میشه. داستان فیلم حکایت عشق و تعهد به عشق و بهای عشق هستش، اینکه برای اثبات عشق خودت مجبوری تا چه حدی بها بدی. ناومی واتس، ادوارد نورتون و لیو شرایبر از بازیگران اصلی این فیلم هستن که جالبه بدونید فیلم پرده رنگی موفق به بردن جایزه بهترین موسیقی مد تو سال 2007 شد و تونسته نمره 7.5 رو در سایت IMDb به دست بیاره. فیلم بعدی ما فیلم دفترچه خاطرات. این فیلم درام جنجالی به کارگردانی نیک کاساویتس محصول آمریکاست که در سال 2004 از روی رمانی به همین اسم نوشته نیکولاس اسپارکس ساخته شده. داستان فیلم در مورد دختر جوانی به اسم الیه که برای گذراندن تعطیلات تابستانی به همراه والدین خودش به یه شهر کوچیک میرن. اونجا الی با نوا آشنا میشه و این آشنایی تبدیل به یه عشق آتشین میشه. اما مادر الی به این عشق بها نمیده و با تحت فشار گذاشتن پدر الی سعی میکنه تا رابطه اونا رو از بین ببره. بعد از تموم شدن تعطیلات و بازگشت الی به شهر خودش، نوا شروع به فرستادن نامه به اون میکنه که مادر الی با سنگدلی تمام نامه ها رو از بین میبره و کم کم خاطرات عشق اونا کمرنگ میشه. اما پس از ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم، نوا داوطلبانه به جبهه جنگ میره و اونجا الی مشغول پرستاری از سرباز است که عاشق سرباز زخمی که از یه خانواده پول داره میشه. اما چند روز مونده به عروسی، الی عکس نوا رو از روزنامه میبینه و وقتی که به دیدن اون میره میفهمه که نوا هنوز هم عاشقشه. از بازیگران مطرح فیلم میتونیم به رایان گاسلینگ، ریچل مک آدامز و جیمز گارنر اشاره کنیم. این فیلم 124 دقیقه‌ای تونسته امتیاز 7.8 رو از سایت IMDb به دست بیاره که میشه گفت یکی از بهترین فیلم‌های عصر خودش به حساب میاد. فیلم شماره 2 ما فیلم گرفتار در عشق. این فیلم آمریکایی در سبک درام کمدی به کارگردانی جاش بون در سال 2012 منتشر شد. داستان این فیلم در مورد ویلیام، یه نویسنده سرشناس و تحسین شده است، اما به خاطر اتفاقی که 3 سال پیش براش افتاده و همسرش اریکا اونو به خاطر یه مرد دیگه ترک کرده، حتی یه کلمه هم دیگه نتونسته بنویسه. در بین کارهای مخفیانه همسرش اریکا، ویلیام درگیر مسائل نوجوانانه دخترش سامانتا و پسرش راستی میشه. از بازیگران معروف این فیلم همیشه به جنیفر کانلی، گرگ کینر و لیلی کالینز اشاره کرد. جالبه بدونید این فیلم 96 دقیقه‌ای با وجود نقدهای زیادی که داشت تو
تونسته نمره 7.2 رو از کاربران سایت IMDB بگیره که نسبتاً نمره چشمگیری به حساب میاد. بهتون توصیه میکنم که این فیلم رو ببینید، چون دیدگاه جالبی راجع به زندگی زناشویی بهتون میده. و اما فیلم شماره 1، فیلم پیش از غروب. این فیلم به کارگردانی ریچارد محصول سال 2004 آمریکاست. این فیلم درام با داستانی به روایت ایتن هاک و جولی دلپیه که فیلمنامه این فیلم در سال 2004 نامزد جایزه اسکار بهترین فیلمنامه شد. داستان فیلم ادامه پیش از طلوعه که در پایان داستان پیش جسی و سلین قرار شد که پس از 6 ماه در همون مکان همدیگر رو ببینن. بعد از گذشتن 6 ماه جسی به وین میره. از اونجایی که خبری از سلین نیست، بعد از اینکه جسی نتونه سلین رو پیدا کنه شروع به نوشتن رمانی به اسم تنها روزی که در خیابان‌های وین با سلین قدم زدن میکنه. بعد از نوشتن کتاب جسی به پاریس میره و اونجا به طور اتفاقی سلین رو داخل یکی از کتاب فروشی های پاریس ببینه. جالبه بدونید این فیلم 80 دقیقه‌ای تونسته برنده جایزه های زیادی از جمله برنده بهترین فیلمنامه منتقدان آمریکا، بهترین فیلم جشنواره فیلم بوستون و برنده بهترین فیلم جشنواره فیلم گاتهام بشه و نمره 8.1 رو از کاربران سایت IMDB بگیره، که همین موضوع نشون میده که این فیلم یه شاهکار تاریخ سینماست که حتما باید اونو دید. خب عزیزای دل، اینم از 5 فیلم فوق‌العاده امروز. یادتون نره که حتما توی کامنت ها بهمون بگید از کدوم فیلم بیشتر خوشتون اومده، و برای دیدن پلیلیست های جذابتر لایک و سابسکرایب به کانال یادتون نره. مثل همیشه اینجا هستیم که انسانیت رو به همه نشون بدیم. تا ویدیوی بعدی دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید. The Apocalypse.